یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. ولایتی بود به نام شکرستان، مردمونش همه خوب و مهربون. خب بریم ببینیم امروز باید قصه کیو تعریف کنیم. بذاریم ببینم قصه تصمیم کبرا. به به، من از بچگی عاشق این قصه بودم. این دختر گلم کبرا رو هم خیلی دوست دارم. کبرا دخترم خوبی بابا؟ سلام آقای راوی، میخوان امروز قصه منو بگیم؟ سلام. آره بابا جان، قصه تو و اون کتاب قشنگت. ممنونم. فقط عمو راوی. بله عمو جون. میشه یه جور قصه منو بگیم که توش کتابم یه وقت خراب نشه؟ آخه نمیشه که، توی قصه تو کتابتو تو حیاط جا میذاری و کتابت زیر بارون خیس میشه. کتاب قشنگم. من نمیخوام، من اصلا تو قصه شما بازی نمی کنم. ای بابا، آراش رو گریه میکنی عمو جان. کتابم، شما میخوان کتاب قشنگم رو خراب کنی. اما آخه با خودمون که نمیخوایم کتاب تو رو خراب کنیم. تو خودت زهرنگاری میکنی و کتابت خراب میشه. نه خیرم، من حواسمو جمع میکنم تا کتابم خراب نشه. باشه باشه، تو تو این قصه حواست جمع کن، کارا رو درست انجام بده. من قول میدم که کتابت خراب نشه. جدی میگی؟ آره عمو جون، آخه ما مرض نداریم که علیکی تو قصه خراب کاری کنیم. آدمای قصه خودشون یه کاری میکنن که زندگیشون قصه میشه. آه عمو قصه گو، ممنونم. خواهش میکنم. خب پس بریم سراغ قصه امروزمون. بله، دختری بود به نام کبرا که کتاب بسیار قشنگی داشت. وای چه کتاب قشنگی دارم. اون کتابشو خیلی دوست داشت. من کتابمو خیلی دوست دارم. بله، یه روز کبرا زیر درخت نشسته بود و کتابشو میخوند. چه کتابی قشنگی، زیر این درخت میشینم و کتابمو میخونم. بله، همینطور که کبرا داشت کتابشو میخوند، این جوی آب دیگه چیه؟ ما که اینجا جوی آب نداشتیم. عمو راوی، قصه منو نمیگی؟ واسه ببینم عمو جون. وای نگاه کن، صد سوراخ شده. باید یکی صد رو تعمیر کنه، وگرنه صد خراب میشه و همه جا رو آب میبره. عمو روزی قصه منو بگو دیگه. ای بابا، بهتره من به قصه گفتنم برسم. باش عمو جون، بری بری سر وقت قصه شما. بله، کبرا زیر درخت نشست و شروع به خوندن کتاب قشنگش کرد. وای چه کتاب خوبی، چه عکسای قشنگی. ولی نه، اگه صد خراب بشه دیگه شکرستون رو نمیمونه که من قصهشو بگم. ای عمو راوی، باز کجا میری؟ بیا قصه منو بگو دیگه. یه دقیقه ساکت ببینم چی کار میکنم. ای بابا، کجا کجا میری کبرا؟ ای بابا اینم که رفت. ایم نداره، سوراخ صد مهمتره. بذار ببینم یکی رو پیدا میکنم اینو تعمیرش بکنه. آها یکی رو پیدا کردم. آره آقا، آقا آره با منه. آره آقا، یه لحظه میشه تشریف بیارین اینجا؟ کجا بیام؟ همینجا یه کمی جلوتر. آها همینجا، نگاه کن اینجا. وای نگاه کن، چه آبی میاد. به به، آره آقا باید یه کاری کرد. بله آقا، چه کار خوبی کردی اینو به من گفتی، الان ردیفش میکنم. الو سلام قاسم، بگو چی؟
آقا یه آب روون با حالی پیدا کردم، بیا و ببین. آره آره جان تو، ماشینو بیار همینجا میشوریم، بساط جوجه هم بیار همینجای کبابی میذاریم، به جمع که الان شلوغ میشه. آقا چی کار میکنی؟ من شما رو آوردم اینجا سوراخ صد رو تعمیر کنی. چی؟ جلوی سوراخ بگیرم؟ آقا همچی کاری نکنی ها. آب به این به حالی جو میده، باش ماشین بشوری و 13 به در بیای کنارش جوج بزنی. ایوان بهتر زودتر برم. آقا کجا میری؟ بهتر یکی دیگر پیدا کنن. یه نفر داری میاد. آی آقا. ها بله چیه؟ با منی؟ بله با شما هستم. یه اتفاق مهمی افتاده و به کمک شما نیاز داریم. چه اتفاقی افتاده؟ آقا صد سوراخ شده و همین جوری داره ازش آب میره. وای نه جدی میگی؟ کو زودتر نشونش بده ببینم. بیاین از این طرف بیاین. ایناش دیدین؟ اوه 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 راست میگی ها، چه سوراخی، چه آبی. جون میده یه لوله بزنم سرش، آبشی بکشم ببرم توی خونه خودم. آب ببری خونه؟ مگه میشه؟ چرا نمیشه آقا؟ مگه نشنیدی میگن برقو از پشت کنتور میکشن میبرن که پول برق ندن؟ خب آره. خب اینم آب پشت سده دیگه، اینجوری پول آب نمیدی این برق. یعنی شما اصلا به فکر خراب شدن سد نیستین؟ نه که نیستم، مگه سد به فکر پول آب من هست؟ عجب حرفای میزنی. بله آقا ببخشید، شما به کارتون برسید. این دیگه کی بود؟ بهتر یه نفر دیگر پیدا کنم. الو چی میگی؟ نه آقا این حرفو نزن، یه مشتری میپره داداش. یه دونه اون گنجشکارو رنگ میکنیم، یکی از اون خرارا برمیداری را میکنیم، میدی میره آقا جو. بالاخره ما وظیفه داریم، مشکلات و کمبودهای مردمو چی حل کنیم دیگه. آره بابا خیالت راحت باشه، بهتره با همین آقا صحبت کنم. ظاهرا به فکر حل مشکلات و کمبودهای مردم هم هست. آقا با شما هستم. چی آقا؟ جونم چی؟ با من بودی؟ بله آقا با شما هستم. از ظاهر شما معلومه که آدم فهمیده و مسئولی هستین. خواهش میکنم آقا، این از آدم شناسی خودتونی دارین. میخواستم بگم که سد شکرسته سوراخ شده با هر لحظه ممکنه آب شهر رو ببره. چی؟ سد سوراخ شده؟ راست میگی یا نگاه کن. بله آقا، تا الانم به هر کی گفتم دنبال یه سوء استفاده ای واسه خودش بوده. عجب، بلشون کن آقا، این کار یکی مثل منو میخواد که دلسوز و چی با بزام باشه داداش. بله آقا ببینم، حالا شما درستش میکنی؟ بله که درستش میکنم داداش، خیالت راحت. خب خدا رو شکر، من گفتم تو این شکر سورم بالاخره آدم مسئولی پیدا میشه. خواهش میکنم آقا. خب پس حالا شما چرا شروع نمی کنی؟ ای آقا خب آخه همینجوری الکی الکی که نمیشه، این کارا مراحلی داره. مراحل؟ چه مراحلی؟ آها مرحله اول متوجه سازیه. متوجه سازی دیگه چیه؟ متوجه سازی یعنی اول بایستی کاری کنی که مردم متوجه این معضل خطرناک بشن، تا وقتی برطرفش کردیم چی؟ قدر کار ما رو بدونن داداش. ولی گمونم بدون این کارا میشه صد تا تعمیر کرد. نه آقا، مثل اینکه شما تو باغ نیستی. درستش همینه که بنده عرض کردم. من که سر در نمیارم، ولی باش، فقط هر کاری میکنید لطفاً زودتر. بله خب بریم ببینیم این آقا چی کار میکنه. ای بابا این سد که هنوز سوراخه، ما رو باش که فکر بیکردیم خیلی مسئول. اومدیش. رسیدیم داداش، آخر خطه، ببر پایین ببینم. خیلی ممنون. مبارک باش آقا سبر، میبینم که موتور خریدی. ای آقا موتور چیه داداش؟ این امانت بهر روزی دست ماست. این موتور شرکت سوراخ بندان نوچ در اختیارم گذاشته تا راحت تر به وظایفم برسم. شرکت سوراخ بندان نوچ دیگه چه شرکتیه؟ این شرکت رو داداش همین چند دقیقه پیش خودم تأسیسش کردم تا به کار تعمیر سوراخ سد برسه. حالا هم شما یه خود عقبتر باشه بیزمت تا ما کارمونو شروع کنیم. آره آقا یه چند تا نمای بستن بگی قشنگ که این آب قلقل میزنه بیرون دیده بشه. اونجا فیلم برداریه.
آخ جون دور بی بودایم بریم حرفای خوشگل بزنیم تا اسکمون رو تو تلویزیون نشون بده. بیا بریم خانوم. بودا بیا. یالا شلوغش نکنید، صف بایستی به نوبت. آقا میبخشید، شما نظرتون در مورد سوراخ زد چیه؟ اها، الان مرا در این توی تلویزیون پخش میکنن سوراخ زد چیز خیلی خوبیه که ما درخواست میکنیم زیادترش بکنیم. اصلا ما با تلاش‌های خودمون میتونیم بزرگترین سوراخ‌های صد دنیا را داشته باشیم. آقا ای بابا، این دیگه کیه داداش؟ آقا منظورم اینه که نظرتون در مورد معضلی به نام سوراخ صد چیه؟ آه معضله؟ ما باید دست در دست هم بذاریم و جلوی سوراخ صد بیسیم. به نظر من سوراخ صد باید نهادینه بشه. بله ببخشی پدر جان، یعنی چه جوری؟ اونشو دیگه نمیدونم، ولی باید نهادینه بشه. پدر جان هرچی میکشیم دست همین سوراخ رایه اوزانه، ببین رنگ من چطوره شده. آقا برنامه ما در باره سوراخ صده، آخی چه ربطی به سوراخ رایه اوزان داره داداش؟ سوراخ آقا جان چه فارقی میکنه بابا؟ کات آقا، آقا برو پیام بازرگ. آقا چسب نوش داری؟ میخوای چسب دیگه بهت بدم؟ آره نوچ. چسب نوچ، همه چیز رو به هم میچسباند. چسب نوچ. واسه ببینم آقا هران چه وقت تبلیغاته؟ آقا چه خبرتی دیگه؟ تعمیر صد خرج داری دیگه، باید اینجوری پولشو در بیاریم دیگه. داداش برو ادامه تبلیغات. من دوستم، یلا پولای بانکو رد کن بیا. نوچ. نوچ یعنی چی؟ یعنی پول نمیدن؟ آخه واسه چی؟ مگه شما پول نداری؟ نوچ. خیلی شده؟ بانک نوچ اصلا پول نداره، نمیشه اصلا ازش سرقت کرد که. نوچ، بانک نوچ، بانک زده سرقت. خب تموم شد، حالا بیریم مرحله بعدی. چه عجب، پس بالاخره سوراخ صد رو تعمیر میکنی دیگه. نه آقا شما چه عجله‌ای دارین؟ مرحله بعد مرحله سمینه سازیه. سمینه سازی؟ سمینه سازی دیگه چیه؟ سمینه سازی یعنی سمینار برگزار میکنیم و زمینه رو آماده میکنیم برای اینکه صد تعمیر بشه. حق چیزایی ندیده و نشدیده. خب باش بریم ببینیم قضیه چیه. با عرض خیر مقدم خدمت مدعوین و حضار محترم، در ابتدا از داداش باغچه نوری دعوت میکنیم سخنرانی خودشون رو ارائه بفرمایند. تشویقشون کنید لطفا. آقا توجه کنید، این فرنگستونی ها تو پنیراشون چی دارن؟ سوراخ. حالا ما این سوراخ رو کجا داریم؟ روی دیوار زد. واسه چی؟ واسه اینکه سوراخ چیز بدی نیست. با تشکر از داداش دکتر باغچه نوری که مشکل سوراخ رو حل کردن، حالا دعوت میکنیم از کی؟ دکتر پیرپلاسی که درباره تاریخچه سوراخ صد برامون چی سخنرانی کنن. بله، اولین سوراخ 11 میلیون سال پیش روی سد سگهای آبی به وجود اومد. البته اونا بعضی شما نباشن، سریع تعمیرش کردن. ای خاله محرویان سیاه و حفره صد هم سیاه، هر دو جان سوزمند، اما این کجا و آن کجا و سوراخ صد الا کردار بیمارم. نگاه کن صد داره خراب میشه، اینا واسطن دارن شعر میخونن. آقا این چه بحثشه؟ به جای شعر خوندن یه فکری به حال سوراخ صد بکنین. ای بر خرمگت مرک لعنت بچوا. باشه بینیم آقا، باشه. این صدا از کجا بود؟ آقای راوی شما بودین؟ بله آقا من بودم. ایشونو اصلا کی تو سمینار راه داده؟ ها؟ آقا ایشونو لطفا به خارج این سمینار راه نمایی بفرمایین. آقا ولم کن. بیا آقا چی کار میکنی؟ یقب ببر کن. بچام برو بینم. آخ کمرم. آخ بیا و دلسوزی کن. دیدی چی کارمون کردن؟ از سمینار انداختنمون بیرون. نه انگار از اینا آبی گرم نمیشه، بهتره برم سراغ یکی دیگه.
به من عاجز کمک کنید. من گدام علیلم، ذلیلم، زمین گیرم. اگه داری یه سکه، نداری ده تا سکه، نداری. آره فکر کنم حتی این آقا بهتر از این جماعت بی خاصیت باشه. آهای آقا با شما، آقا با شما. ها چیه؟ بله جانم. پول میخوای بدی؟ نه گفتم قیافت به کار خیر نمیخوره. چیه؟ بگو ببینم چی کار داری. آقا باید عجله کنی، صد سوراخ شده. سوراخ شده؟ خب که چی؟ خب خیلی خطرناکه، ممکنه هر لحظه صد خراب بشه، آب شهر و خونه‌هاش رو ببره. دیگه اثری از شکرستون باقی نمیمونه ها. وای نه، جدی میگی؟ وای عجب موقعیت خطرناکی، باید عجله کنم. چه عجب، بالاخره یکی ماجرا رو جدی گرفت. مطمئنم این یه نفر برای تعمیر سد حتما یه کاری میکنه. خب حالا منم میتونم با خیال راحت برم سراغ قصه امروز ما. همون جو کبرا، اینجایی بابا؟ بیا بیا تا بقیه قصه تو بگم. خب شما منو دعوا کردی. ای بابا منظوری نداشتم. میدونی ما آدم بزرگا یه وقتهایی گرفتار کارامون میشیم و حواسمون پرت میشه و یه کمی بد اخلاق میشیم. یعنی دیگه دعوام نمی کنی؟ نه عمو جون. خب پس باشه بقیه قصه رو تعریف کنی. بله میگفتم، کبرا زیر درخت نشسته بود و کتابش رو میخوند که واسه ببینم این آب از کجا میاد. امو بازم که حواستون پرت شد، قصه منو بگین دیگه. واسه ببینم اینجا چه خبره. بها این سد که هنوز سوراخه. ببین ببین سوراخ این سد و خدا سد شکستن نکنه. به من بیچاره کمک کنین که خونتون آب نبره. نگاه کن اینم که با سوراخ صد واسه خودش کاسبی رو انداخته. امو قصه منو نمیگی؟ بگو دیگه، بگو امو جو قصه منو نمیگی. بچه یه دقیقه ساکت ببینم چیکار باید کرد. باز منو دعوا کردی. من به مامانم میگم امو قصه منو نمیگه، منو دعوا میکنه. بچه کجا میری؟ برگرد. ای بابا اینم که رفت. خب حالا برش کن، بذار ماجرای سوراخ این سد رو به یه جایی برسونیم. داداش جمع کن برو ببینیم اینجا جای کار ماست. چه خوب، انگار اینا برگشتن. چه عجب، پس بالاخره سمینارتون تموم شد. حالا برا غیرتن بیا اینو برای این سوراخ سد یه کاری بکنیم. آقا جون ما خودمون فکرشی کردیم، شما فقط کنار وایسا و تماشا کن. آماده ای؟ بله. برو بریم. آه داره میاد. بگی بگی بگی. اینجا رو ببین، سد سوراخ شده است و هر آن ممکن است خراب شود و آب شهر را ببرد، اما نه من نمیگذارم. الان با این ته مدادم جلوی سوراخ سد را میگیرم. کات آقا کات، ته مداد چیه بچه جون؟ با انگشت باست جلوی سوراخ رو بگیری. ولی مداد که راحت تره. آره خودم هم میدونم، اما با انگشت چی فداکاریش بیشتره. ناسلامتی ما میخواییم فیلم تو بسازیم و ماجراتون تو کتابا بنویسیم. آقا دوباره میگیریم. من اکنون با این انگشتم جلوی سوراخ سد را میگیرم. خب حالا ما در کنار یک کودک فداکار هستیم که با انگشت کودکانه خودش مثل یه قهرمان جلوی سوراخ سد رو گرفته. بریم که با ایشون یه مصاحبه جالب داشته باشیم. داداش آقا بسر اسم شما چیه؟ با سلام و درود، من کرملی پتروس پسر فداکار کلاس سوم الف هستم. وای پس شما پتروس فداکار شمایید. میبخشید میشه بگی شما چطوری توان انجام این کار بزرگ پیدا کردین داداش؟ من؟ هان من؟ هانچی؟ من؟ بگو دیگه. من با آلوچی نوچ، با آلوچی نوچ همیشه موفقی. نوچ به نوچ با آلوچه نوچ. این چه وزیده؟ من که مغزم از دست شماها نوچ شد.
واسه اینقدر جفر و کنی میکنی آقای راوی، حالا که چیزی نشده، آخر آخرش گرفتن سوراخ این سد کار دو دقیقه است. میگی نه؟ نگاه کن دلوچ آقا، بریم صحنه بعدی. بله، من اکنون از کنار سوراخ دهشتناک سد عزیزمون واسهتون گزارش میکنم، سدی که هر آن ممکنه از پا بیفته و شهر ما رو چی آب ببره. اما آقا به راستی چه چیزی میتواند قلب شکسته سد ما را تعمیر کند؟ آیا متخصصین و دانشمندان؟ نه. آیا کرملی پتروس پسر فداکار؟ نه. کمچه و ماله و سیمان؟ نه. پس چه چیزی؟ آری به راستی چه چیزی؟ نوچ. آره خودشه، چسب نوچ. آره نوچ 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 نوچ. ایوان ایوان نوچ نوچ. بله، حالا مراسم چسابی سوراخ سد رو اجرا میکنیم. دردیدی خواهش میکنم، شرمنده نکنین. باحال شد نه؟ یکی نوچ نوچ واسه چی؟ اکی چرا همچین شد؟ این که چیزی نیست، الانه درستش میکنم. اینم از این، یه دونم اینجا، اینم از این و اینجوری، اونم از اون رو ردیف شد دلات. بفرمایید. بری واسه ببینم آقا سمن، این چسب که دو روز دیگه وا میره. ای آقا هرس چیه میخوری دلات؟ کل دنیا همش دو روزه. بالا چی بگم آقا؟ باش ما که میریم دنبال قصه خودمون. خب این کبرا کوشش، بنده خدا اینقدر معطل شد که گذاشت و رفت. این هاست ابو جان. کبرا بیا تا قصت بگم. نه خیلی نمیخواد، شما همش منو دعوا میکنی. نه ابو جون دیگه دعوات نمیکنم. قول میدی؟ آره قول میدم. قول 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 قول. آره قول، قول مردونه. خب باشه پس بگید. بله، کبرا کتابشو دستش گرفت و زیر درخت نشست و شروع کرد به خوندن. عمو جون راست این چه کتابیه که داری بخونی؟ کتاب نمیدونم، بذارین ببینم اسمش چیه. رفتارشناسی باکتری های پرخاشگر جلد هشتم. با این دیگه چه کتابیه؟ این که اصلا مناسب سن شما نیست بابا جان. آره میدونم، تازه عکسش هم اصلا قشنگ نیست. خیلی خوب، شما که دوستش ندارین پس چرا میخونیش بابا جون؟ آقای کارگردان بهم داد، گفتش کتابش مهم نیست، همینجوری الکی بگی دست. ای بابا اینا که خودشون هم یه پا شکرسونی هست. اصلا به ما چه؟ ما که قصه‌مون میگیم. بله، کبرا زیر درخت نشست و کتابشو خوند، ولی اون حواسش بود که یه وقت کتابشو جا نذاره، نکنه زیر بارون خیس و کثیف بشه. برای همینم بعد از خوندن کتاب اونو برداشت، مرتب منظم با خودش به خونه برد. آخ جون، بالاخره کتابم تمیز و سالم موند. ای وای چرا زمین میلرزه؟ وای من میترسم. راست میگی، چی شده؟ بذار ببینم. ای وای نگاه کن، سد داره خراب میشه. دیدین اینقدر پرگوش نکردن، بی دقتی کردن که بالاخره سد خراب شد و شهر آب برد. بله سد خراب شد و شکرستون آب برد، ولی مردم شکرستون از اون به بعد تصمیم بزرگی گرفتن. تصمیم گرفتن هر وقت مشکلی پیش اومد، به جای این که هر کس به فکر خودش باشه، راه حلی برای حل مشکل پیدا کنن. آی کمک، کاسه گدایی ما آب برد. خانم کجایی؟ بودو بیا هرچی سد داریم بیاریم آب پر کنیم ببریم منزل. آخ جون ماشینم شست شد. آخ جون استخر مفتگی چی کیفی داره؟ الو چیه داداش؟ آره گفتم که سد شکسته، همه جا رو آب داره میبره، بپر چند تا قایق جور کن بیار. باشه او نمی‌کنه. عمو جا
جون پس کی میشه که کتابم پیس نشه؟ من که این بار حواسم رو جمع کردم. راستش چی بگم؟ نمیدونم اما گمه کنم 100 سال دیگه درست بشه. من که دیگه حوصله شدم. اینم از قصه امروز ما. تا یه روز دیگه و یه قصه دیگه، خدا نگهدارتون.